سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در مصاحبه با روزنامه آرمان خواستار ریسک پذیری مردم شد و گفت اگر توقع داریم که جامعه من بهتر شود باید ریسک هم بپذیریم و نظرات آزادانه در چارچوب های قانونی و شرعی بیان شود نمی شود فکر را سرکوب کرد آیا هاشمی با اشاره به نقش گاندی و تشویق وی به پایداری مردم گفت اگر عموم مردم حرف حقیقت را بزنند هیچ کس جرأت نمی کند به مردم ظلم کند به دنبال این مصاحبه وبسایت ملی مذهبی نوشت بخشی از نیروهای امنیتی که در رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نقش فعالی داشته و همچنان در وزارت اطلاعات فعال هستند پس از اظهارات هاشمی گفتند یک بار دیگر ارزیابی ما از هاشمی به عنوان یک فرد برانداز تایید شد گفته شده است نیروهای امنیتی گزارش خود را به رهبر جمهوری اسلامی هم ارائه کردند به دنبال انتقاد اخیر حسن روحانی از مسئولیت آهنین برخی روزنامه روزنامه وطن امروز از روزنامه های منتقد دولت نوشت این سخنان فرافکنی بود و بیمایگی تئوری پیش بی پشتوانه اعتدال را بیش از پیش آشکار کرد و اعتدال از پسترین رضایل است حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان نیز به شدت به حسن روحانی حمله کرد حسن روحانی در یک سخنرانی با انتقاد از روزنامه هایی که مسئولیت آهنین دارند خواستار مدارای بیشتر با روزنامه های طرفدار دولت شده بود در خبر دیگر ناصر مکارم شیرازی خبر دیدارش با رضا فرجی دانا را تکذیب کرده و گفته به دلیل ازل و های زیاد در دانشگاه دیدار با رضا فرجی دانا را نپذیرفته است چرا که به عقیده وی این ازل و ها به مسلحت دانشگاه، دانشجویان و جمهوری اسلامی نبوده است. رسانه های ایران هفته گذشته خبر دادند حسین نوری همدانی جعفر صبحانی و ناصر مکارم شیرازی به وزیر علوم و هیئت همراه وی وقت ملاقات ندارند اقدامات وزیر علوم در طول ماهای اخیر مورد انتقاد گسترده محافظه‌کاران تندرو قرار داشته است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفری به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد حسن روحانی در دیدار با خانم اشتون خواستار همکاری ایران و اتحادیه اروپا در زمینه های گوناگون شد. خانم اشتون شب گذشته به اصفهان رفت و همچنین به مناسبت روز زن با برخی از فعالان حقوق زنان از جمله خانم نرگس محمدی ملاقات کرد. کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی که به تهران سفر کرده است با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار داشت. کاتی در دیدار با مقام های ایرانی از جمله درباره مذاکرات هسته‌ای، بحران سوریه و مناسبات ایران و اتحادیه ای اروپا گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در دیدار با اشتون گفت که ایران علاقه‌مند است روابط جدیدی با اتحادیه اروپا داشته باشد. حسن روحانی با بیان اینکه سفر اشتون به ایران به عنوان اراده اتحادیه اروپا در یک حرکت جدید تلقی می شود گفت که دو طرف اهداف و زمینه های مشترک فراوانی برای همکاری دارند. روحانی با اعلام آمادگی تهران برای احیای روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا گفت دولت تدبیر و امید مصمم است در عرصه سیاست خارجی بر اساس منافع و احترام متقابل و مشترک با همه جهان تعامل سازنده داشته باشد و یکی از زمینه هایی که این دولت علاقه من دست روابط جدید در آن به وجود آورد اتحادیه اروپا است. زمینه ای که در آن شاهد تحرکاتی به صورت متقابل از سوی کشورهای اروپایی از طریق اعزام هیات های سیاسی، پارلمانی و اقتصادی هستیم و در این رابطه سفر شما به عنوان نماینده سیاست خارجی 28 کشور اروپایی مفهوم سیاسی فراتری دارد. بر پایه این گزارش کاتین اشتون با بیان اینکه حامل پیام حسن نیت 28 کشور اروپایی در سفر به ایران است گفت این نخستین فرصتی است که در خصوص مسئله غیر از موضوع هستی با مقام های ایران گفتگو می کنم و این آغازی برای توسعه همکاری ها میان ایران و اتحادیه اروپا است اشتون گفت حضور من نشان می دهد که اتحادیه اروپایی مایل است همزمان با مذاکرات هستی روابط بهتر، موثرتر و پویاتری با ایران داشته باشد. خانم اشتون در کنفرانس مشترک خبری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بر اهمیت توافق هسته ژنو تاکید کرد و گفت که چالش های زیادی بر سر راه رسیدن به توافق جامع وجود دارد و او امیدوار است با همکاری دو طرف و حمایتی که مردم ایران از مذاکرات می کنند به توافق نهایی دست یابند اما تضمینی وجود ندارد محمد جواد ظریف هم تاکید کرد که ایران نمیخواهد سلاح هسته ای تولید کند و ابهامی در این باره وجود ندارد او افزود که مردم ایران از حقوقشان نخواهند گذشت نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم دیدار و گفتگو داشت کاترین اشتون در سفرش به تهران همچنین بر رعایت حقوق بشر تاکید کرد. مایکل مان سخنگوی کاتین اشتون در صفحه توییتر خود نوشته است که خانم اشتون در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره حقوق بشر نیز گفتگو کرد. به نوشته مایکل مان اشتون در آغاز دیدارش از تهران در روز شنبه 8 مارس روز جهانی زن با هفت تن از فعالان زن مدافع حقوق بشر از جمله نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی نیز دیدار کرد مایکل مان گفت خانم اشتون یک برنامه مشخصی برای سفر به تهران داشت او با افرادی از دولت دیدار کرد و همچنین دیدارهای جالبی با افرادی از جامعه مدنی داشت او از این دیدارها اطلاعات زیادی به دست آورد و روابط خوبی برقرار شد من نظر خاصی درباره آنهایی که بخواهند این دیدارها را مورد انتقاد قرار دهند ندارم به هر حال هر کسی حق دارد که نقد کند ما به کار خود ادامه می دهیم و خانم اشتون هم به انجام دادن کار خود به خوبی ادامه می دهد. گفته شده است گروه های حقوق بشری اتحادیه اروپا و ایران از خانم اشتون خواسته بودند درباره مسئله حقوق بشری از جمله مجازات اعدام نیز گفتگو کند در همین راستا مقام های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاتین اشتون به تهران در زمانی که به گفتی آنها ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند وزیر اطلاعات اسرائیل در این خصوص گفت رژیم ایران با نقض قطنامه های سازمان ملل در حال قاچاق موشک گیر افتاده و در چنین موقعی نباید به تهران رفت درست مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است سوم آذر ماه امسال ایران و کشورهای پنج بعلو به یک پس از سالها مذاکره به یک توافق موقت شش ماه درباره برنامه هسته ای ایران رسیدند کاتری هماهنگ کننده و نماینده پنج به علاوه یک در مذاکره با ایران است پس از توافق موقت ژنو ایران برخی حسدی از فعالیت های هستی از جمله غنیسازی 20 درصدی را به حالت تعلیق درآورد و آمریکا و اتحادیه اروپا نیز بخشی از تحریم ها را برای شش ماه تعلیق کردند دو طرف همکنون در حال مذاکره برای دست یافتن به یک توافق جامع هستند کاترین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی یک شنبه شب از تهران برای دیدن بناهای تاریخی اصفهان به این شهر رفت. نوری المالکی نخست وزیر عراق عربستان سعودی و قطر را متهم کرد که آشکارا به شورشیان سنی مذهب استان انبار عراق کمک مالی می کنند و تأکید کرده است که این کشورها عملا به عراق اعلان جنگ دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مالکی ریاض و دوهه را مسئولان اصلی بحران فرقه ای تروریستی و امنیتی در عراق دانستند ایاد علاوی رهبر اعتلاف العراقی روز یکشنبه در واکنش به این اظهارات نوری المالکی گفته است مالکی چگونه میتواند کشورهای عربی را بدون ارائه هیچ گونه دلیلی به همکاری با تروریسم متهم کند این سیاستمدار عراقی با اشاره به قانون جدید عربستان در قرار دادن داعش، اخوان المسلمین، حزب الله و جبهه النصره در لیست گروه‌های تروریستی گفته است. سعودی موضعی قاطع در برابر گروه های تروریستی داشته و نقشی برجسته در مبارزه با تروریسم ایفا کرده است اما مالکی از این اخبار اطلاعی ندارد وزیران خارجه اتحادیه عرب در بیانیه‌ای در قاهره از خواست محمود عباس که میگوید اسرائیل را به عنوان دولت یهود به رسمیت نخواهد شناخت حمایت کردند. مذاکرات صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل به مهلتی که قرار بود دو طرف به چارچوبی برای توافق نهایی برسند نزدیک می شود ولی این گفتگوها پیشرفتی نداشته است. به گزارش رویترز آمریکا میخواهد برای پیشروی در این مسیر تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را به عنوان دولت یهود به رسمیت بشناسد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این موضوع را لازمه پیشرفت مذاکرات اعلام کرده است ابوبکر بغدادی رهبر گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش آمریکا و اسرائیل را به ارسال نیروهای انتحاری تهدید کرد البغدادی در تهدیدهای خود وعده داده است مواجهه مستقیمی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل خواهد داشت به در پیامی که در یوتیوب منتشر شده خطاب به آمریکا گفته است جنگ نیابتی در شام برای تو کارساز نخواهد بود همانطور که جنگ نیابتی در عراق نیز برایت حاصلی نداشت به زودی به طور مستقیم با ما مواجه خواهی شد و ما از افغانستان، سومالی و مغرب اسلامی به سوی تو حرکت خواهیم کرد. رئیس سازمان هواپیمایی مالزی میگوید سرنوشت پرواز MH370 که کوالالامپور را به مقصد پکن در ساعت 41 دقیقه بامداد شنبه ترک کرده بود هنوز معماست. در این حال یک مسئول بلند پایه ویتنامی از پیدا شدن قطعای هواپیمایی بوینگ مفقود شده مالزی در جزیره سوشو در ویتنام خبر داد. هواپیمای خطوط هوایی مالزی با 239 سرنشین در مسیر کوالالامپور به پکن ناپدید شد. خانواده های مسافران این هواپیما که اکثرا چینی هستند از اینکه اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد ابراز خشم کردند. پیشتر یک مقام نیروی دریایی ویتنام تاکید کرده بود هواپیمای مفقود شده در آبهای ویتنام در دریای جنوب چین سقوط کرده اما وزیر حمل و نقل مالزی آن را تکذیب کرده بود این هواپیما روز شنبه 17 اسفندما هنگامی که از کوالالامپور پایتخت مالزی عازم پکن بود مفقود و تماسش با برج مراقبت قطع شد در ادامه بحران اوکراین و جدال غرب و روسیه بر سر شبه جزیره کریمه در تازه ترین تحول پخش شبکه های تلویزیونی اوکراین در منطقه کریمه قطع شده است و شبکه های تلویزیونی روسیه پخش برنامه خود را در کریمه آغاز کردند. نیروهای ارتش روسی هفته گذشته شبه جزیره کریمه را تصرف کردند. بحران اخیر در روابط سوریه و اوکراین جدیترین از میخوام در روابط روسیه و اوکراین جدیترین تنش میان غرب و روسیه پس از جنگ سرد به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس برخی گزارش ها نیروهای روسی کنترل یک پایگاه هوایی نظامی را در غرب کریمه در شهری به نام ساکی در دست گرفتند. همچنین برخی منابع خبری نیز گزارش دادند که پخش شبکه های تلویزیونی اوکراین در منطقه کریمه قطع شده و شبکه های تلویزیونی روسیه پخش برنامه خود در کریمه را آغاز کردند. در تحول دیگر یک نماینده ارشد پارلمان روسیه تاکید کرد مسکو حاضر است تا کمک مالی یک و یک دهم میلیارد دلاری را در اختیار کریمه قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاول دروخین معاون کمیته صنعت دومای روسیه در حالی از آمادگی مسکو برای اعطای کمک مالی یک و یک دهم میلیارد دلاری به کریمه خبر داده است که پارلمان این منطقه قصد دارد همه پرسی سراسری در خصوص پیوستن به روسیه را 25 اسفند ماه برگزار کند. در همین راستا رئیس پارلمان شبه جزیره کریمه اعلام کرد دولت این منطقه بودجه کافی برای تامین مالی برگزاری همه پرسی را ندارد رئیس مجلس شبه جزیره کریمه در واکنش به اقدام کیف در مسدود کردن حسابهای مالی دولت این منطقه گفت بودجه کافی برای تامین مالی برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه را داریم وی گفت که برآوردها با جزئیات کامل انجام شده و بودجه مورد نیاز نیز تامین خواهد شد در رویدادی دیگر رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر انگلیس بر اراده مسکو بر حل و فصل بحران اوکراین از طریق دیپلماتیک تاکید کرد به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد ولادیمیر پوتین در گفتگو با دیوید کمرون تاکید کرد که به نفع همه است که بحران اوکراین از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود و شاهد اوکراینی با ثبات باشیم پوتین در این گفتگو تاکید کرده است که روسیه میخواهد راه حل دیپلماتیک برای این بحران پیدا کند و با سرگی لاورو وزیر امور خارجه خود درباره پیشنهادات مربوط به گروه تماسی که ایجاد آن مورد درخواست غربی هاست گفتگو خواهد کرد در همین راستا صدر اعظم آلمان و نخست وزیر ترکیه نیز در گفتگوی تلفنی بر این مسئله تاکید کردند که تمامیت و حاکمیت ارزی و اتحاد سیاسی اوکراین باید به هر قیمتی حفظ شود. نخست وزیر اوکراین هم تاکید کرد که این کشور حتی یک اینچ از خاک خود را از دست نخواهد داد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین در جمع هزاران نفر از حامیان دولت جدید اوکراین یک بار دیگر گفت که این کشور از خاک خود دست بر نخواهد داشت. اکثر ساکنان کریمه را روز تباران تشکیل کریمه شبه جزیره در جنوب اوکراین و در سواحل دریای سیاه است که در سال 1954 توسط رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی به اوکراین اهدا شد. بمبست موجود در کریمه به بزرگترین مواجهه میان شرق و غرب از پایان جنگ سرد منجر شده است. بحران پس از آن به وجود آمد که طرفداران اتحاد اوکراین با غرب موفق شدند دولت متحد روسیه در کیف را ساقط کنند. مسکو پس از مدتی اعلام کرد که برای حفاظت از جان شهروندانش در کریمه نیروهای نظامی خود را در داخل این شبه جزیره مستقر می کند. به دنبال سخنرانی سعید رضوی فقیه در همایش اصلاح طلبان همدان که با مخالفت ها از سوی محافل تندرو مواجه شد و بازداشت وی را در پی داشت موج برخوردها با اصلاح طلبان این شهر آغاز شده و اخیرا تعدادی از فعالین اصلاح طلب این شهر احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند علاوه بر این تعدادی از آنها به دفتر معاون دادستان همدان نیز احضار شده و توسط معاون امنیت دادستان بازپرسی شدند سعید رضوی فقیه اخیرا پس از یک سخنرانی در همدان بازداشت شد اما دادستانی همدان اعلام کرد که بازداشت وی در راستای محکومیت او بوده است و سخنرانی اخیر او موجب مفتوح شدن پرونده جدید برای او شده است زندانیان سیاسی و پزشکان حاضر در زندان اوین موفق شدند تصمیم دراویش زندانی برای آغاز اعتصاب غذای خشک را به تأخیر بیندازند. درویش تأکید کردند که علا رقم برخی قولهای مساعد مبنی بر بازگشت دراویش تبعید شده اعزام بیماران به مراکز درمانی و رفع محدودیت درمانی با توجه به عدم تضمین برای تحقق این مطالبات به تجمع و اعتراض خود ادامه می دهند. بیش از 500 درویش که در اعتصاب قضا به سر می برند توسط نیروهای یگان ویژه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. وبسایت مجذوبان نور امروز خبر داد درویش هایی که روز یکشنبه شنبه همه اسفند ماه در تجمع مقابل دادگستری تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند شامگاه دیروز آزاد شدند. نصرین ستوده پیشتر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بیقید و شرط درویش زندانی و سایر زندانیان سیاسی شده بود. خانم ستوده از جمله چهره های حاضر در تجمع درویش گنوبادی در مقابل دادستانی تهران بود. علی متحری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است که در زمان حصر خانگی آیت الله منتظری با وی دیدار کرده و منتظری به او گفته است دیدی با من چه کردند تمام وسایل حسینی ام را قارت کردند و آنها را پس نمی دهند. آقای متحری گفته آیت الله منتظری نه ادعای قائم مقامی داشت و نه ادعای رهبری فقط آدم سریحی بود و حرف خود را به سراحت می گفت. آیا نباید تعمل حرف مخالف را داشته باشیم؟ قبول دارم که ایشان برای رهبری مناسب نبود اما آیا ما به توصیه آقای خمینی برای فقاهت منتظری گرمی بخش حوزه علمی باشد عمل کردیم حسین علی منتظری پس از آنکه گفت علی خامنه مرجع تقلید نیست و حق فتوا دادن ندارد از سوی خامنه پنج سال در حصر خانگی قرار گرفت علی سعیدی در همایش دو روزه روحانیون سپاه گفت برخی با برچسب های تندروی به دنبال القای حزب الله حراسی و بسیجی حراسی هستند نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود برخی جریانات حزب اللهی ها را تندرو می‌دانند که بهتر از پیش از هر چیز معنای تندروی را ترجمه کنند به گفته بسیج باید بداند که سلاحی به نام خشم مقدس دارد ولی نباید در هر جایی از آن استفاده کند آقای سعیدی همچنین گفته مسائلی که در روزنامه ها اتفاق می افتد مثل حمله به لایحه قصاص مسائل نامطلوبی هستند و موجبات نگرانی متدینین مراجع ازام و مقام معظم رهبری شدند. علی اکبر ناطق نوری اخیرا در یک سخنرانی به تندروها انتقاد کرد و گفت تندروها بلای جان کشور شدند. اما فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر وظایف این نهاد نظامی را فراتر از موضوعات دفاعی و نظامی توصیف کرد. حضور پررنگ سپاه پاسداران در سالهای اخیر در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. منتقدان نسبت به تمرکز قدرت نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی در دست یک نهاد هشدار می‌دهند. اما سپاه می‌گوید برای کمک به رشد و توسعه ایران وارد فعالیت‌های اقتصادی شده است. قرارگاه خاتم الانبیا یکی از شرکت های زیر مجموعه پیشتر اعلام کرده بود که پروژه های زیر 100 میلیارد تومان را نمی پذیرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته این نیرو نباید خود را تنها در موضوعات دفاعی و نظامی محدود کند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای جعفری در همایش سراسری روحانیون سپاه فلسفه وجودی جمهوری اسلامی را مقابله با نظام سلطه عنوان کرده و افسوده سپاه پاسداران به عنوان نیروی حافظ انقلاب نباید خود را صرفا در مباحث دفاعی و نظامی محدود کند فرمانده سپاه توضیحی در مورد سایر وظایف سپاه بیان نکرده اما به نظر می رسد منظور وی حوزه های اقتصادی و سیاسی باشد جعفری همچنین تهدید اصلی انقلاب را تهدیدات نرم در حوزه های فرهنگ جامعه و سیاسی معرفی کرده که علی خاملی از آنها به عنوان خون فرهنگی یاد کرده است. به گفته فرمانده کل سپاه، هدف اصلی حجمه ها در جنگ نرم نفوذ در دل و قلب مردم است که با ابزار رسانه صورت می گیرد. از این جهت سپاه پاسداران باید خود را علیه این نوع تهدیدات آماده کند. وی در عین حال گفت که سپاه پاسداران و روحانیت در جبهه واحد علیه جنگ نرم دشمنان مبارزه می کنند. جعفری هدف سپاه پاسداران و روحانیت را کمک به توسعه دین خدا بر روی زمین عنوان کرده است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت دشمنان در صدادن تا انقلاب اسلامی را از پای درآورند. فرمانده سپاه مدعی شده هرچه فشارهای اقتصادی آنها بیشتر شد، حمایت مردم از انقلاب نیز افزایش یافت. آیت الله خمینی در وصیت‌نامه خود سپاه را از دخالت در حوزه سیاست من کرده بود اما پس از مرگ او فعالیت این نهاد در امور اقتصادی و سیاسی به شدت افزایش یافت فعالیت های اقتصادی سپاه به خصوص در دوران احمدی نژاد افزایش چشمگیری پیدا کرد به طوری که بسیاری از قراردادها بدون رعایت تشریفات و مناقصه در اختیار این نهاد قرار می گرفت با روی کار آمدن حسن روحانی انتظار می رفت از فعالیت اقتصادی سپاه کاسته شود اما شهری بر ما حسن روحانی رئیس جمهور ایران از سپاه پاسداران خواست که اجرای سه چهار پروژه بزرگ ملی را بر عهده بگیرد و در جلوگیری از قاچاق کالا هم به دولت کمک کند آقای روحانی گفته بود که سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و باید پروژه های مهمی را بر عهده بگیرد که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد سپاه همچنین در حوزه سیاست نیز فعالیت‌های خود را گسترش داد. حضور تدریجی سپاه در سیاست ابتدا با پوشش بسیج و از حوزه داخلی آغاز و تدریجا با در اختیار گرفتن تعداد قابل ملاحظه از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی، مناسبات با آمریکا، تدوین و هدایت دیپلماسی اتمی و حضور در جنگ داخلی سوریه دامنه آن گسترش یافت. راهبه های روبوده شده سوری با میانجیگری قطر آزاد و از طریق مرز لبنان خاک سوریه را ترک کردند. به گزارش شبکه المیادین، منابع سوری اعلام کردند جبهه النصره این دوازده زن مسیحی را که در ماه دسامبر روبوده بودند در, مقابل مبالغ زیادی پول و تبادل بیش از 150 تن از شبه نظامیان مخالف آزاد کردند. در رویداد دیگر مرتبط با سوریه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب بر موافقت این اتحادیه با واگذاری کرسی سوریه به اعتلاف معارضان سوری تاکید کرد و در تحول دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه المیادین بر پیروزی سوریه در بحران این کشور و بر ضرورت حل بحران سوریه از راه مسالمتآمیز تاکید کرد و گفت بحران سوریه نمیتواند از راه نظامی حل شود لاریجانی در خصوص ارسال سلاح از سوی ایران برای دولت سوریه هم گفت سوریه نیازی به حمایت نظامی ایران ندارد. سلطبانان بین المللی در سودان از گسترش دامنه خشونت در منطقه دارفور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از خارتوم، این سلطبانان اعلام کردند که یک شهر در منطقه مورد قارت و چپاول قرار گرفته و هزاران نفر آواره شدند. این سومین دور بروز ناآرامی در بخش‌های مختلف دارفور در چند روز گذشته است. طی سال گذشته دارفور شاهد افزایش ناآرامی‌ها عمدتا به دلیل درگیری میان شبه نظامیان عرب بوده است. منابع خبری گفتند که در دارفور جنوبی حدود چهل هزار نفر از خانه‌های خود گریختند. چندین هزار تن از معترضان ونزوئلایی که از کمبود شدید غذا در کشورشان ناراضی هستند با در دست داشتن قابلمه علیه دولت کاراکاس تظاهرات کردند به گزارش خبرگزاری فرانسه انریکه کاپریلس برجسته ترین رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که خود خواستار برگزاری این تظاهرات شده بود در آن حضور یافته و گفت دولت به مشکلات پشت نمی کند معترضان پشت می کند. از معترضان ونزوئلایی علاوه بر این نسبت به آمار قتل و جنایت تورم 56 درصدی و دستگیری معترضان نیز اعتراض داشتند از سوی دیگر نیکولاس مادرو رئیس جمهوری ونزوئلا برای بار دوم از دانشجویان و رهبران اپوزیسیون دعوت به دیدار کرد نارامی های ونزوئلا با یک جنبش دانشجویی از ماه گذشته میلادی آغاز شد اما در ادامه شخصیت های اپوزیسیون نیز به آن پیوستند در پی اختلاف دولت ترکیه با ایران بر سر قرارداد گازی که پیشتر منعقد شده بود، ترکیه در ماه مارس 2012 برای کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران، دادخواستی را به دیوان داوری بین المللی ارائه داد. این درخواست اکنون به مرحله نهایی رسیده و اگر این دادگاه به نفع ترکیه رای دهد، ایران باید به ترکیه در خصوص گاز صادراتی 30 درصد تخفیف بدهد. جزئیات بیشتر در گزارش مهستان بختیاری. دیوان داوری بین المللی کار بررسی شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز صادراتی به این کشور رو به پایان برده و اونطور که گفته شده تا سه ماه آینده رأی نهایی این دیوان هم صادر میشه هم مقامات ترکیه و هم مقامات ایران معتقد هستند که رأی نهایی به نفع اونها خواهد بود اما بحث شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز صادراتی به این کشور برمیگرده به قراردادی که سال 1996 میان دو کشور منعقد شده و بر اساس این قرارداد ایران میباید سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر میکرده مقامات ترکیه معتقد مت... هستند که در طی این مدت ایران نتونسته به خوبی به تعهداتش عمل بکنه و از این حیث ایران تأمین کننده گاز مطمئنی برای ترکیه نبوده. اونها بحث اشکالات فنی و قطعی گاز در ترکیه رو مطرح میکنند اما مسئله اساسی ترکیه از اینکه این شکایت رو به دیوان داوری بین المللی برده اشکالات فنی و مسائلی از این قبیل نیست بلکه اساسا بحث قیمت گاز مطرح هستش ترکیه معتقد است که این قیمت بسیار گران هست و ایران می‌واسه این قیمت رو کاهش بده موضوعی که از سوی ایران پذیرفته نشده و تنها آقای نامدار زنگنه گفته که در یک صورت ما میتونیم قیمت گاز رو کاهش بدیم آن هم به این شرط که ترکیه دو برابر میزان کنونی که از ما گاز میخره رو گاز بخره و در یک قرارداد جدید این موضوع منعقد بشه موضوعی که هنوز به حال ترکیه به اون پاسخه روشنی نداده و مشخص نیست که آیا این پیش شرط رو بپذیره و یا خیر اما در شرط داخلی ترکیه هم این قرارداد از سوی بسیاری از کارشناسان مورد نقد و اعتراض هستش به همین دلیل است که مقامات انرژی ترکیه تحت فشار هستند و عنوان میکنن با توجه به کاهش قیمت جهانی گاز ایران می باید در این قرارداد تجدید نظر بکنه بر اساس این قرارداد در شرایط کنونی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه برای هر هزار متر مکعب 490 دلار هستش و ایران 20 درصد گاز مورد نیاز ترکیه رو تامین میکنه. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید چشم‌اندازهای تعریف شده در حوزه نفت، گاز، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی با واقعیات موجود فاصله زیادی دارد. به گزارش سایت مجلس این مرکز نوشت که بر اساس سند چشمانداز صنعت نفت باید تا پایان سال 94 تولید روزانه گاز کشور حدود یک ممیز میلیارد متر مکعب باشد. همچنین مطابق اهداف این صنعت، این صنعت صنعت نفت در افق 94 ایران باید دومین تولید کننده نفت اوپیک با ظرفیت 7 درصد از تقاضای بازار جهانی باشد. این گزارش میگوید که با توجه به آمارهای موجود نه تنها ایران افزایش تولید نداشته بلکه رتبه ایران در تولید نفت تنزل پیدا کرده و این مسئله ایران را از رسیدن به اهداف سند چشمانداز دور نگه داشته است و بر اساس گزارش اوپک از مقام دوم به پنجم سقوط کرده به موجب بخشنامه صادق لاریجانی کسانی که به جرم نگهداری تا 100 کیلوگرم تریاک یا خرید و فروش تا 20 کیلوگرم تریاک در زندان هستند به مرخصی نوروزی می روند. اما زندانیان سیاسی که به اتهام واهی اخلال در امنیت ملی در زندان هستند مشمول بخشنامه مرخصی نوروزی نخواهند بود. در بخشنامه رئیس قوه قضایی حتی کسانی که محکومیت غیر سیاسی تا حد حبس ابد دارند به شرط آنکه پنج سال از حبس خود را تحمل کرده باشند به مرخصی نوروزی خواهند رفت مدت مرخصی نوروزی برای همه زندانیانی که مشمول بخشنامه صادق لاریجانی هستند به مدت 15 روز خواهد بود وبسایت الف وابسته به احمد توکلی از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دلیل گزارش دادن از طریق فیسبوک به شدت انتقاد کرده است این وبسایت نوشته اگر کسی بخواهد گزارش های ظریف را بخواند مجبور به تهیه فیلتر شکن و قانون است در همین راستا مرتزا ادیب یزدی یکی از روحانیون محافظه کار هم گفته رفع فیلتر از فیسبوک یک فاجعه فرهنگی در پی خواهد داشت که به هیچ عنوان قابل جبران نخواهد بود برخی از اعضای دولت حسن روحانی از جمله محمد جواد ظریف بیژن نامدار سنگنه معصومه ابتکار عضو فیسبوک هستند دولت روحانی در چند ماه گذشته خواستار رفع فیلتر فیسبوک شده که این مسئله با واکنش انتقادی گروهی از محافظه‌کاران تندرو مواجه شد وبسایت تابناک گزارش داده ایرانی ها بعد از کشورهای عربی دومین رتبه را در افشای اطلاعات کاربری در فیسبوک دارند. جمهوری اسلامی ایران این شبکه اجتماعی را به حکم کمیته تعیین مصادق مجرمانه فیلتر کرده است. در همین حال رمضان علی صبحانی فر یک عضو کمیته تعیین مصادق مجرمانه در فضای مجازی از امکان بررسی ادعای برداشته شدن فیلترینگ فیسبوک در برخی مناطق ایران خبر داد. در همین حال سایت محافظ کار دانا گزارش داده که رفع فیلتر فیسبوک در استانهای کرمان، همدان و لورستان آغاز شده است. قریب به 90 هزار تن از ابتدای امسال تا پایان دیما به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. بر این اصار در دی ماه امسال نیز آمار مراجعه کنندگان به دلیل نزا به مراکز پزشکی قانونی با دو ممی سده درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 7032 تن رسیده است. شرایط وخیم اقتصادی به همراه آلودگی هوا از جمله دلیلی است که بر شرایط روحی مردم ایران تأثیر گذاشته است. اخیرا نیز آماری منتشر شد که بر مبنای آن گفته شد 35 درصد از مردم تهران دچار بیماری روانی هستند اما یک نماینده مجلس از جمعآوری بیش از 100 امضا برای استیضاح وزیر و آموزش و پرورش خبر داد و گفت این طرح فردا سهشنبه جهت اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد در همین حال معاون نظارت مجلس ایران گفت قوه مقننه در شش ماه بیش از دو هزار تذکر به دولت حسن روحانی داده است. احضار پی اعضای کابینه حسن روحانی به مجلس و افزایش بی سابقه تذکر و طرح سوال از وزیران با انتقادهایی از سوی رئیس جمهور و حامیان دولت روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مجلس فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین در مجلس گفت طرح استیزاه وزیر آموزش و پرورش آماده شده و فردا با یکصد امضا به هیئت رئیسه مجلس تحویل می شود. وی بی با بیان اینکه این طرح این دارای 18 محور است گفت سوء مدیریت و محقق نشدن مطالبات فرهنگیان از جمله دلایل طرح این استیزا است. فتوالله حسینی روز ششم اسفند ماه نیز به خبرگزاری فارس گفته بود که طرح استیزاه وزیر آموزش و پرورش با 79 امضا آماده ارائه به هیئت رئیس است این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به بی توجهی به هوشمندسازی مدارس خاص شاهد استعدادهای درخشان و غیر و عدم پرداخت حقوق معلمان ایسارگر و حق تدریسی مدیریت وزیر آموزش و پرورش را غیر قابل تحمل خوانده بود علی اصغر فانی دومین گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش بود که پنجم آبان ماه با 185 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع نمایندگان مجلس به کابینه پیوست. پیش از او محمد علی نجفی با اختلاف یک رأی از کسب رأی اعتماد باز ماند. استیزاه وزیر آموزش و پرورش در صورت اجرا نخواستین استیزاه در دولت حسن روحانی خواهد بود. همچنین این استیزاح در حالی قرار است فردا رسما کلید بخورد که با توجه به انتقاد علی خامنه ای از وضعیت فرهنگی و نیز حملات محافظه کاران به علی جنتی احتمال استیزاح وزیر ارشاد در هفته های آتی نیز وجود دارد در همین راستا حسین مزفر معاون نظارت مجلس ایران با تاکید بر رشد بسیار زیاد تعداد تذکرهای نمایندگان به دولت حسن روحانی در مقایسه با دولت محمود احمدی نژاد گفت که در سه ماه منتهی به ششم اسفند ما حدود 1213 تذکر به وزیران، رئیس جمهوری و دولت یازدهم داده شده است. معاون نظارت مجلس همچنین افزود که نمایندگان 191 سال از اعضای دولت را تقدیم هیئت رئیسه کردند و به این ترتیب تعداد کل سوالات مجلس نهم از دولت آقای روحانی به 467 مورد رسیده است. حسین مزفر در آذر ماه گذشته گفته بود که تعداد سوالات نمایندگان مجلس از دولت یازدهم در سه ماه اول عمر این دولت در مقایسه با زمان دولت محمود احمدی نژاد پنج برابر افزایش یافته است. در دی ماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از مجلس برای سوالات پی در پی از دولت گفته بود سوال حق نمایندگان است اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آن تناسب ندارد و بعضا برخی از تقاضاها و درخواستها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود بیشترین تعداد از سوالها و تذکرات مربوط به دولت یازدهم از سوی نمایندگان عضو جبهه پایداری که گروهی وابسته به محمد تقی مصباح یزدی است مطرح شده است اعضای این تشکل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392 از سعید جلیلی رقیب حسن روحانی حمایت کردند و منتقد سرسخت دولت وی هستند. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می رسیم. دعوت می کنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله بعد از خبر پخش می شود. شب و روز بر شما خوش.